أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جام به خود پیچیده، شب را جز کمی بپاخیز، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن، تا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان، تا که ما به زودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد. مسلماً نماز و عبادت شبانه پا بر جاتر و با استقامت تر است. تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند، همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست. او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین. مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده که نزد ما قل و زنجیرها و دوزخ است و قضایی گلوگیر و عذابی دردناک. در روز که زمین و کوه‌ها سخت به لرزه در می آید و کوه‌ها چنان در هم کوبیده می شود که به شکل توده‌هایی از شن نرم در می آید، ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم، ولی فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست و ما او را سخت مجازات کردیم. شما نیز اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب الهی برکنار می دارید؟ در آن روز که کودکان را پیر می کند، آسمان از هم شکافته می شود و وعده او شدنی و حتمی است، این هشدار و تذکری است. پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند. پروردگارت می داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند. خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن، پس شما را بخشید. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز می مانند. پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید، در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.